هر انسان با فطرت سلیمه به دنیا می آید. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. و در اینجا بزرگترین اسباب انحراف پیامبر بزرگوار صلی الله تعالی علیه و سلم و بزرگترین اسباب هدایت و رهنمایی یا به تعبیر دیگر ثبات و استقامت بر این فطرت دست والدین، تربیه والدین بیان فرموده اند. فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه. این به فطرت اسلام به دنیا آمد. قلب یزید تخته کاغذی سفیدی بود که رنگ سیاه و رنگ سبز و رنگ سرخ و هر رنگ میپذیرفت. پس اینجا رول مهم و اساسی و عمده را والدین بازی میکنند که اینها یهودی میسازند یا مجوسی میسازند یا نصرانی میسازند یا بر ملت اسلام ای را تربیه میکنند. تربیه بر ملت اسلام فقط با دو اصل استوار هست: اصل کتاب الله، اصل سنت محمد رسول الله. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. حدیثی صحیح، روایت متفق علیه، امام مسلم با درجای سنتی و عترتی را ذکر کرده است. از هر دو منبع روایت صحیح است. دو چیز در میان شما ما گذاشتم، هرگز گمراه نمی شوید تا وقت مایی که با این دو چنگ بزنید، این دو را در زندگی خود اختیار بکنید. چی هست؟ کتاب الله، قرآن کریم و سنت محمد رسول الله، اقتدا به اهل بیت محمد رسول الله. پس یکی از اسباب انحراف، یکی از اسباب بیراهی و گمراهی جوانان ما دست والدین، تربیه والدین هست. مادر مدرسه هست، مادر دارالیتام هست، مادر پرورشگاه هست، مادر کانونی ثقافت و علم و فرهنگ و دانش است. اسماء را میگن عبدالله ابن زبیر فرزندت شکست خورد، این مادر نابینا شده بود. گفت نه، فرزند ما از دشمن شکست نمیخوره، در سینش تیر دشمن نمیخوره ولی شکست نمیخوره، پشت طرف دشمن نمیگردانه. یک دو و سی خبر آمد، خبری چهارم گفت بچه تو پیروز شد. گفتی گپا میپذیرم، چرا که بدون نام الله شیرش ندادم و بی وضو هیچگاهی فرزندم شیر ندادم. ای همان مدرسه است که اساس ای را محمد رسول الله تاداب گذاری کرده هست. چنین شاگرده ها تربیه میکنه. ای شاگرد میدانیست که فهرست گناه کبیره را محمد رسول الله بیان فرمود، یکی از آن این بود: و تولی یوم الزحف، فرار کردن در روز جنگ از میدان جنگ، پشت گرداندن به طرف دشمن گناه کبیره هست. ای تربیت به آدرس مادر از مدرسه محمد رسول الله به دست آمد. مادر می سازه دست مادرها در عقب تربیت فرزندها در جامعه اسلامی رول عمده و بسزایی را بجا گذاشته است. پیامبر ما هجرت میکنه به مدینه. انس ابن مالک ابن نظر، جوانی که عمرش 10 ساله هست، مادر میاره نزد پیامبر بزرگوار، میگه یا رسول الله، ای از پدر یتیم است اما ای خدمت تا باید بکنه، فرزند مرا به عنوان خدمتگار قبول بکن. 10 سال خدمت محمد رسول الله را این یتیم بچه میکنه، عمرش به 20 میرسه، مادر می آید ای رسول الله
بر یزی دعا بکن. چه دعا بکنم؟ سه دعا بکن برای فرزندم. دعای اول در عمرش الله برکت نصیب بگردانه، دعای دوم در مال و اولادش الله برکت نصیب بگردانه، دعای سوم آخرت چه الله خوب بکنه. محمد رسول الله دعا میکنه. علمای سیرت می نویسند 10 تا از فرزندان انس ابن مالک حافظ قرآن بود. چی فکر میکنین که چقدر سهم به این مادر میرسه؟ این مادر چقدر سهم می داشته باشه در این 10 تا نواده نواسه حافظ قرآن؟ چقدر سهم عظیم. بعد از وفات محمد رسول الله به شام میره و در بصره وفات میکنه. کوچکترین صحابه است که در غزوه بدر شریک میشه. هدف اینجاست که دست مادر، این مدرسه انسانساز، این تربیه سرنوشتساز به کجا میرسانه انسانه؟ این مادر است که تو را میسازه، این مادر است که تو را برای انحرافی سوق میدهه. شاید تکراری هم باشه ولی براتان ایره عرض میکنم. جوانی آمد اشکایش میریزه پیش ما، میگه مادرم میگه ای پشما را گم که از رویت، ای چی از در رویت گم که ای پشما را، ما خوش ندارم، ما تو را شیر دادم، در بطنم تو را نگاه کردم، ولی امروز از تو یک خواهش دارم، گم که اینها را. اشکایی ای جوان میریزه. مادر منحریف، جوان بر فطرت سلیمه استوار و استواد. ما گفتم به مادر چی گفتی؟ گفت به مادرم گفتی که مادر این در صورتی من از در صورتی تو کنیست، تو را خوش نمی آید، من از سنت محمد رسول الله گفته خوشم می آید. این مادری منحریف است. مادری انس ابن مالک دنیا و آخرت فرزند خدا می سازه. ای تو مادرها دنیا و آخرت فرزند خدا برباد می کنه، تباه می کنه. از کجا برای ساختن زندگی فرزندش آغاز می کنه؟ از قطع نمودن سنت محمد رسول الله. فابواه یهودانه، پدر و مادر یهودی می سازه. او یمجسانه، پدر و مادر مجوسی می سازه. او ینصرانه، پدر و مادر دعوتی تبشیریت و نصرانیت می دهد. ادامه حدیث با اندک فرقی از روایتی دیگر. او یترکه على ملت البیضا، یا ای فرزند بر همان فطرت اسلام عزیز باقی میگذارن، خود به خود فطرتش ایرا آماده میسازه و اینکه ارتباط چه با الله قایم بکنه، ارتباط چه با محمد رسول الله قایم بکنه و استوار بسازه. اصحاب کهف این چند تا جوانهای از ناحیه پدر و مادر منحریف بودن، ولی رب العالمین ربط قلبی را نصیبی از اینها میگردانه، بر ملت اسلام اینها را ثابت قائم و پایدار میداره، در مقابل نظام دقیانوسی بپا استاد میشوند. اینهم فتیتون، آنها جوانهای چندی بودند. آمنو بربهم، خوبیشان ایمان آوردن به پروردگارشان. ایمان جوانی، عبادت جوانی، طاعت جوانی، ابراهیم خلیل آوان جوانی هست. با یک ضرب، با یک ضرب 359 بوتا میشکنانه، با یک ضرب پیامبرانه. اما بوت کلا نمیگذاره، تبر در گردنش. ای همان زمانی هست که قرآن این کار کرده بود شکنی تاریخ ابراهیم خلیل که منو تو به این آدرس، به آدرس عقیده ابراهیم، نه به آدرس نسبش، به آدرس عقیده ابراهیم، نه به آدرس نژادش، به آدرس عقیده ابراهیم، نه به آدرس ملیتش، در ملت ابراهیم هستیم. با آدرس عقیده من و شما در ملت ابراهیم خلیل علیه السلام هستیم. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، یه تعریف قرآن هست. این امت با آدرس ابراهیم خلیل تعریف میکنه. این ضرب جوانی که 359 بوته میشکنه،
قرآن این بت شکنی تاریخ تعریف میکنه امت محمد رسول الله را بر اطاعت و پیروی از این ملت از این روش قرآن ابراهیم به انفرادی یک ملت تعبیر میکنه با کدام هدف با کدام منشأ با کدام منظور کار یک ملت ابراهیم در مقابل مکتب فکر طاغوتی بت بت پرستی انجام داد قرآن اینجا تقدیرش میکنه نوح که آدمی ثانی هست از حام و سام و یافیث فرزندانش نسل انسانیت گسترش یافت ولی نوح آدمی ثانی نمیگه سیدنا موسی علیه السلام با این عظمت و بزرگی و جلالیتش چقدر کار کردی در تاریخ انجام میده ولی آدمی ثانی نیست سیدنا ابراهیم خلیل چنین دستور میدهد زیرا با یک عقیده شفاف و اخلاصمندانه در مقابل مکتب طاغوتی یک سپر و یا یک سد آهنینی شکست ناپذیر قرار میگیره به من و شما قرآن دستور میدهد از این مکتب شما پیروی بکنید از این روند شما پیروی بکنین با شمولیتتان در این روش در این کانون و در این راه برد هدایتی از دوزخ خود نجات میدهید اینجاست که تربیت والدین دست والدین مکتب و مدرسه والدین در کامیابی و ناکامی فرزندان رول عمده رول بسزای خود دارد که یک مثال از مکتب فکر واقعی یک نمونه از مکتب فکر انحرافی خدمت شما عرض کردم نمبر دو علت و اسباب انحراف جوانان ناآگاهی از دین است بیخبری از دین است امروز یک جوانی ما ماشاءالله صنفی 14 و 16 را پاس کرده است 14 پاس و 16 پاس است این جوان بگوی که آفرین به زبانهای ملی و بین المللی تو آگاهی داری در باب ریاضی خیلی مهارت خوبی داری در علوم عصری خیلی دانش و فرهنگت قابل تعریف است با این عظمت و بزرگی جوانی که الله به تو نصیب گردانده است کوچکترین سوره قرآن سوره کوثر بر ما یک اجمالا شرح بکن ای جوان لفظ درست خوانده نمیتونه تلفظ این سوره را ادا کرده نمیتونه چه برسد با معنا و شرح این سوره اینا آگاهی هست وقت خود صرف نکرد ای را ضروری ندانیست ای را ضروری ندانیست فقط ماحول چنین ساخته شده بود در خانه که بخور بنوش و اسباب کسب و کمایی را اختیار بکن راهی به دست آوردن پول اختیار بکن از هر منبعی که میشه این جوان به این فکر بود که علم دینی مدرسه دینی حفظ قرآن تربیه در کانون دینی پول به دست نمی آوره برای ما پول نمی دهد راهی که پول ما کمایی بکنم او همین راه است وقت خود مصرف کرد پدرم تشویقش کرد مادر هم تشویقش کرد وقت خود در اینجا صرف کرد اینجا ماهر شد خوب ریاضی میدانه خوب انگلیسی میدانه ساینس کمپیوتر خوب میفهمه کیمیا و بیولوژی وارد هست در علوم عصری در حرفه و غیره ولی از دین بی خبر سرمایه گذاری نکد مهنت نکد ورنه 10% وقت خود برای دین بده 10% در 24 ساعت 2 ساعت و 46 دقیقه برای دین بته 2 ساعت برای دین بته کل مشکلاتت حل میشه مشکلات ارکان دینت حل میشه مشکلات ایمان و اسلامت حل میشه مشکلات حلال و حرام برات حل میشه امانت الهی که جوانی پیش تو یک امانت است این امانت تو به اهلش تسلیم کرده روز قیامت در میدان محشر در عدالت رب العالمین ما زال قدم ابن آدم همیشه دوتا قدمی اولاد آدم می باشه تا که از 5 سوال پاسخ ارائه نکنه
پنج سؤال جواب بده بعد از او به پیش برو، ورنه اینجا استاد باش. مال از کجا کمایی کردی؟ یک، این مال در کجا صرف کردی؟ دو، جوانیت را در کجا گذراندی؟ ای جوانی امانت الهی است، ای را در کجا گذراندی؟ عمری بزرگ که مویت سفید شد، چشمه ها جواب داد، کمر کوب شد، در کجا ای صرف شد؟ علمی که بری تو دادم، با اون علم چی کردی؟ ای پنج سوال پاسخ بده، بعد از او با پیش برو. اگر اینجا سکوت کردی، مورد مؤاخذه رب العالمین قرار میگیری. عذابی الله به سراغت می آید. کجا میری؟ تو جوانی داشتی، طاقت و بازو داشتی، نیرو و انرژی داشتی، نقل و حرکت میکردی، در هیچ میدان تو ناکام نشدی. در میدان علوم عصری، در میدان ضروریات و نیازمندیت به پیش رفتی، اما تو بیگانه از کتاب الله، اجنبی از سنت محمد رسول الله. امروز همان سرمایه معنوی اینجا به دردت میخوره. مال از منبع حلال در رای حلال، عمر در طاعت و عبادت الله، جوانی را فقط در راهی که الله برم گفته بود، محمد رسول الله وضاحت نموده بود، در آنجا ما صرف کردم. علمی که دادی بریم، با آن علم عمل کردم ای الله. بعد از آن رب العالمین دفتر اعمالش برش باز میکنه، میبینه که واقعا الله میدانه با این همه ای اتمام حجت است. ای جوان، یک جوان پایبند به آموزه های دینی، یک جوان معتقد، یک جوان مخلص، یک جوانی که هدفی جوانی را دانست است، یک جوانی که هدفی پرورش و تربیه خدا در جامعه اسلامی دانست است، یک جوانی که آشنا با کتاب الله، آشنا با سنت محمد رسول الله، از حقوق والدین آگاه، از حقوق بزرگها و آگاه، از ترحم و شفقت بر زیر دستان آگاه، از حقوق مدنی آشنا و آگاه، از ساختار جامعه آگاه و بیدار، با سه تا اصل دین آشنایی کامل، با توحید و رسالت و معاد، پس ای جوان رستگار هست، ای جوان کامیاب هست. ناآگاهی از دین یکی از اسباب انحراف هست و این دوتا علت داره. یک علتش ایست که به اعتنایی هست، علت دومش دست اجانب و تهاجم فرهنگ بیگانگان است که جوانی ما را چنان مصروف ساخت است. ساعت گیم بازی میکنه، ساعت پشت پرده تلویزیون سریال میبینه، ساعت در میله میگذره، هیچ احساسی ناراحتی نمیکنه، هیچگاه پدر ای را تهدید نمیکنه، مادر از ای حساب نمیگیره. با یک ساعت، با 10 دقیقه در حلقه قرآنی 10 بار خدا خارج میکنه، موبایل خدا با بهانه های مختلف در سری زنگ میاره، گویا به من زنگ آمد، تماسی آمد و من برآمدم. یک جوان بری ما گفت که الله مرا نشان داد، کاکای ما از بیرون کشور بری ما یک موبایل 36,000 روان کرد. من یک جا در یک حلقه درسی یک عالم ترجمه قرآن گیر آمد، قسم موبایل خود جور کردم که گویا به من زنگ آمدم برام. حالی ما برام کلگی بنی ما میبینن که کجا میری؟ از قرآن میبرای؟ ایجا الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگه، تو میبرای، تو را میگه فرار میکنی. متوجه شدی؟ تو هستی همان شیطان انسی، از این حلقه دینی فرار میکنی. یک بار متوجه از این امر شدی؟ بهانه کرده سری زنگ جور کردم بیرون که برآمدم، حالی حلو میگم که اینا اطمینان بکنن، از دست مفتید و شکست. الله برات نشان دادم بازم تو نیک بخت هستی، در مقابل قرآن بهانه تراشیدی، الله نشانت داد نکو، تو قلبا بنده نیک هستی، الله تو را انتخاب کرده است که با این درس قرآن بسیار وقت محدود، با این درس حدیث در بسیار وقت محدود باید تو بنشینی بیاموزی، منحرف نمیشی. هرگاه پیروان مکتب فکر طاغوتی به هر نام و نشانی که سر میکشن، یا به آدرس فعالان مدنی، یا به آدرس سکولار،
یا با آدرس مستشرقین یا با پیروی از مکتب فکر یهودیت و مسیحیت زرتشتی تو در مقابلش یک دیوار آهنین استاد میشی. نه، این دعوتی تو با اسلام عزیز در تکر است، با اصول دین در مخالفت هست. فعلا رسانه های مسیحیت با زور و شور روان هستند در کشور ما، در پایتخت ما. جوانان را چه تطمیع، چه امیدوار می سازن، چه بشارت ها برشان می دهن. طایفه دیگری گمراه، ضاله و مضله با این مکتب گرایش پیدا می کنن. با غسله های تعمیدی، مکتب فکر تبشیری و تنصیری از اینجا به کشورهای خارج برشان پاسپورت و ویزه رایگان داده می شه. تعلیماتی از آنها رایگان، ویزه از آنها رایگان، همه سهولت برشان فراهم میشه. به کدام اسباب؟ به علت انحراف از دین، ناآگاهی از نعمت جوانی. این جوان اصلا متوجه از این امر نشد که جوانی یک امانت پروردگار هست. از این امانت تو پرسان میشی، دانستی که جوانی بر نمیگرده، هر قدر کوشش بکنی جوانی بر نمیگرده. میتونی نمازهای قضایی را قضا بیاری، روزه های ترک شده را قضا بیاری، پدر و مادری ناراض خوش بسازی، کسی را غیبت کرده، تهمت کرده، ازش معافی بخوای. از همه بالاتر در مقابل الله دو قطره اشک بریزانی، رب العالمین تو را میبخشه. ولی این عمر جوانی، این امانت پروردگار بر نمیگرده به تو. لیت الشباب یعود، کاش که جوانی برگرده، ولی بر نمیگرده. پس این نعمت غنیمت بدان، چنانچه اصحاب کهف غنیمت دانستن. این نعمت غنیمت بدان، چنانچه جوانان صحابه معاذ و معوذ حسن و حسین دیگر صحابه ها ایر غنیمت دانستن. چنانچه علی بن ابی طالب در آوان جوانی خود مشرف به اسلام می شود. این جوانی را غنیمت دانست. قرآن اینها را تعریف کرد. دوستی بکنه، بدان که دوست من حریف هست. اول فساد اخلاقی داره. تو میدانی با او که دوست هستی، راز و نیاز برات بیان میکنه، تو خود به خود میشناسیش. یک. دوم فساد اعتقادی داره. ایجگاه بدعتی تو را به سنت نمیبره. دوستی کردن با یک بدعتی، دوستی کردن با یک یهودی مساوی هست. دو جمعی دو چار، یک جمعی یک دو، هیچ فرقی نداره. چی با یک بدعتی خرافاتی دوستی بکنی، چی با یک مسیحی و یهودی دوستی بکنی، او هم ضربه بر عقیدت میزنه، یا به تثلیث میبره ترا، یا به تربیع میبره ترا، یا ترا با سه خدا باورمند میسازه، العیاذ بالله، که عقیده مسیحیت است، یا با چهار خدا که عقیده یهودیت است، ای ترا میبره به ترک سنت محمد رسول الله. یکسان هست انحراف یا فساد اخلاقی. فاسق است، دروغگوز و زناکار هست، بنده بد و بد اخلاق و بد کردار هست، سودخور و رشوتخور، همه در فساد اخلاقی شامل است. فساد اعتقادی ولو بدعتی و خرافاتی هست، فساد اعتقادی داره. نمبر دو. نمبر سه، علامه و نشانه دوست منحرف، نمبر سه، پایبند با آموزه های دینی نیست. توجیهات نادرستی در باب آموزه های دینی میکنه. وقتی نماز است برادر، میخوانیم موت خیره. این مسجد نشد دیگه مسجد. با جماعت نخوندیم، با تنهایی میخوانیم. شب دراز است میخوانیم میرا. پیامبری بزرگوار میفرمایه شیطان کسایی که با شیطان رفاقت میکنن. اینجا مؤذن به نماز صبح الله اکبر و در ادامه الصلاة خیر من النوم میگه، و آنجا شیطان ایرا در پشتش میده ارقد و اللیل طویل، خوکو شب دراز است، خوکو شب دراز است. در ادامه حدیث پیامبر میفرماید در گوشایش پیشاب میکنه شیطان، صدای اذان نمیشنوه، نه دعای خواب خوند، نه مطابق سنت خوابید، نه ادعیه معثوره را که محمد رسول الله رحمت للعالمین رؤوف و رحیم به خواب میرفت، دعا میخوان در قفای دستش قف میکده، در بدنش میشکند و استراحت میکد، میمالید،
و با پلوی راست میخوابید. این تعلیم برای امت است. این با حرف یک هندو، با حرف یک مداری، با حرف یک جادوگر و کاهن اعتنا داره، ولی به سنت محمد رسول الله این شخص به اعتنا هست. نا آگاه ارتباط با دوستای منحریف در مجله الانبیا از کویت چاپ می شود. ما در یک کتابی انحراف اسباب انحراف جوانان در جامعه، ما در آنجا این قصه را خواندم که با یک جوانی نمازی یک جوان منحرف دوست می شود. تمام راه ها را، تمام سهولت ها را برای این جوانی نمازی مهیا می سازه. سرانجام ای را با فیلم ها آشنا می سازه. در آخرین نقطه این جوان مرتکب یک جرمی نابخشودنی می شه که ای را می بره با سجده نمودن پیش بت. وقتی که از اینجا می بره یا به خانه می ره، ای همه ای ماجرا را برای مادرش قصه می کنه. میگه مادر، قبلا قلبم آرام بود اما فعلا قلبم آرام نیست. مادر میگه چی کردی؟ میگه ما به بهانه خواندن و تعلیم از پیش تو میرفتم، درگیری جوانی زدم که مرا تا اینجا رساند. مادر نیکی بود، برای فرزند یک حرف زد، گفت الان تو فرزند منیستی، من مادری تو نیستم، تو پسری منیستی، با یک دنیای امید پروراندم. اما در چنگالی، در دستی یک انسانی منحریف فاسد قرار گرفتی، تا اینجا تو را رساند، حشر تو با او میشه، تو از دین بدین شدی. این جوان دوباره تجدید ایمان میکنه و آنن میمره. مادر در شرح حال فرزند خود مینویسه، سه بار شکر الله را بیان میکنه، بعد از آن این ماجرا را بیان میکنه. میگه به عنوان یک مادر برای دختران و پسران جوان پیامم این است، مواظب حال فرزندانتان باشید، متوجه باشین این بچه ساعتها ساعت در موبایل با کی حرف میزنه، چه پیام میفرسته. یک پیام اسلامی را باز کرده و خوانده نمیتونه، ساعتها ساعت ای میسیج میکنه، با کی میکنه، ای دختر با کی پیام داره، در تاریکی و روشنی چی پیام داره، چی حرف میزنه. ساعت ها ساعت با دسته خود قناعت میدیم که بان اولاد عاقل و بالغ است، به حال خود ای را بگذار. ای حرفی ما محمد رسول الله میفرماید عصایت از بالای اولاد دور نکنی، ایجگاه عصایت در دستت باشه. ای به معنای از این نیست که ای حیوان از دید سر و صورتش، نه، مراقب باش، مواظب باش، ارزیابی بکن، پرسان بکن که ای کجا میره، با کدام راه ای روان است، کدام راه را انتخاب و اختیار کرده است. آیا ای منحرف از صراط مستقیم نیست؟ آیا ای برای باطل روان نیست؟ این اسباب انحراف هست که با انسان بدی که سه علامه داره، نکو دوستی، اخلاق ارزیابی بکو، عقیده ارزیابی بکو، در قدم سوم پایبندی از ایرا با آموزه های دینی، با آدرس مختلف، بته یک قلم برش هدیه بگو از سود است. ببین چی عکس العمل داره. در خانه فلان دوست مهمان هستیم، حرام خور است. ببین چی عکس العمل نشان میده. میرویم با میله چند تا یارو دوست داریم، یک دو سه تا از این انسانای فاسق و نااهل هستن. بگو برش، ببین چی عکس العمل انجام میده. خود با خود ای اصلاح میشه. اگر ای دوستی بود که واقعا توانستی قناعت یزیره فراهم بکنی، نجات میابی. امروز همه سردرگم است، همه سرگردان است، همه پریشان است. بچه جوان شده، دختر جوان شده، جوانای ازدواج نمیکنن، نه دخترا آماده ازدواج هستن، نه پسرا آماده ازدواج هستن. اینجا پدر به بهانه های مختلف امروز فردا، این ماه و ماهی دیگر، سال و سالی دیگر میکنه، دست زیر آلاشه یک بار خبر میشه که بچه مرتکب چندین جرم، دختر مرتکب جرمه های متعددی شده است. چرا نسخه کیمیا قرآن و حدیث در خانه ما گذاشته به این چنگ نمیزنیم، به این عمل نمیکنیم؟ پیامبری بزرگوار فرمود وقتی دختری یا پسری رشته مناسبی خود در میابد، پدر و مادر در اینجا مشکلی ایجاد میکنن. هر شبی که میگذره جزای زنده در گور کردنی یک اولاد الله در نامه اعمالی از اینها نوشته میکنن.
پس شرایطی که گذاشته میشه این هم دوری از اسلام عزیز است، این هم ناشانایی به اسلام عزیز است. درست است که چقدر مهری میگیره شریعت برش اجازه داده. پیامبر بزرگوار میفرماید بهترین نکاح و ازدواج آن است که مصارفش کم و ناچیزی باشه. این سببی نجات و رستگاری این جوان میگرده و این خاندان با هم خوش و خوشوقت میشوند. این اسباب انحراف جوان ها هست. پنجم، وسوسه شیاطین. قرآن چی میگه؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة. سوره مائده آیه 91. شیطان میخواهد که در میان شما دشمنی را بیندازه با آدرس شراب و قمار. شراب و قمار تنها ضرر مادی ندارن، اضرار معنوی متعددی دارن. جنگ ها و چاقوزنی ها و قتل و قتال. همین قمارباز ها 90% در آخر محفل قمار می جنگن، با هم دست و گریبان می شون، با قتل و قتال سرانجام ای می کشه. الله می فرماید و شیطان می خواهد شما را از یاد الله باز بداره و از نماز شما را دور بداره. اسباب ششم، آرزوهای دروغین. اسباب انحراف ششم، آرزوهای دروغین شیطان برای شما می دهد. چی آرزوها، چی خیال و تصورات خیر هست. نماز به جای خود ادا میشه، روزه را تو میگیری، این جوانی غنیمت است، چهار سبات تو باید خوش باشی. ما برای دوستا گاه ناگاه عرض میکنم از دید روانشناسی انسان باید همیشه در چهرش تبسم داشته باشه. محمد رسول الله همیشه متبسم بود و تبسم در مقابل یک برادری مسلمان پیامبر ما صدقه گفته هست.